نشست علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی سهشنبه شب مطابق با اولین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با تظاهم میان روزه ماه مبارک رمضان و سفر به کربلا برای زیارت امام حسین علیه السلام فرمودند سفر کردن به منظور فرار از روز مکروه است اما زیارت امام حسین علیه السلام هم دارای ثواب عظیمی است در چنین شرایطی که تظاهر میان انجام یک مکروه و یک مستحب اتفاق افتاده به دلیل قوت روایتی که در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام ذکر شده چنین استفاده می شود که زیارت امام حسین اهم است یعنی کراهت فرار از کراهت فرار از روزه به دلیل زیارت امام حسین راحتی است که در ثواب عظیم این زیارت زائل و ذوب می شود الله در ادامه فرمودند دلیل رجحان زیارت امام حسین علیه السلام روایت عجیبی است که پیرامون آن نقش شده که حتی خدای متعال هم امام حسین را زیارت می کند و این خصوصیت حتی نسبت به ۱۳ معصوم دیگر به این صورت نیامده است و همه اینها ملاک هایی هستند که از آن برداشت اهمیت بیشتر می شود. ایشان با اشاره به این مسئله که خدای متعال قبل از اینکه به زائران خودش در عرفات نگاه کند به زائران قبر حسین نظر می اندازد فرمودند امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند خدای تبارک و تعالی برای زوار قبر حضرت امام حسین قبل از اهل عرفات تجلی کرده و هوای جانها را برآورده و گناهانشان را آمرزیده و در مسائل و خواسته شفاعتشان را کرده و سپس توجه به اهل عرفات نموده و آنچه در حق زوار حسین منظور کرد برای ایشان نیز در نظر می گیرد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله تمام معصوم حجت الحجاج هستند. <applause> مثل <مسک> که در زیارت حضرت رضا آمده الامام رعوف تو زیارت دیگه نایمده این منافات نداره ادات حصر که نیست تا بگیم مفهوم داره نداره نه اشکال نداره عجبی نداره شاید شاید با شاید عرض میکنم چون در غیبت کبرای حضرت بقیت الله عجل الله فرجه فرمدن فإنهم حجتي عليكم يعني فقيه جامع الشرعيات حجته وإمام وخ... معصوم حجة الحجاج إنهم